سلامش میکنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. بیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما را حمایت میکنید. در این برنامه با دو خبر از سلبریتی های ایران همراه شما هستیم. از توقیف سریال میخواهم زنده بمانم گرفته تا واکنش زاپانی نسبت به شایعاتی در مورد دخترش. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. موضوع اول به توقیف فیلم میخواهم زنده بمانم اختصاص داره. کارگردان سریال میخواهم زنده بمانم از عدم پخش قسمت جدید سریال خودش خبر داده. در روزهای اخیر معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران طی نامه ای از ساترا خواسته بود که برخی قسمت‌های ابتدایی این سریال رو اصلاح و حذف بکنه. حالا کارگردان این سریال از توقیف موقت اون خبر داده. شهرام شاه‌حسینی با انتشار پستی اینستاگرامی بیان کرده که زمان پخش قسمت 15 سریالش که قرار بوده دوشنبه 10 خرداد ماه از پلتفرم فیلیمو پخش بشه بعداً اعلام خواهد شد. روابط عمومی فیلیمو هم با تایید خبر توقف پخش سریال میخواهم زنده بمانم اعلام کرده قسمت 15 این مجموعه امروز ساعت 8 صبح از فیلیمو پخش نخواهد شد. روابط عمومی فیلیمو همچنین درباره توقف پخش سریال میخواهم زنده بمانم اطلاعیه ای را به این شهر اعلام کرده. با درخواست معاونت اجتماعی نیروی محترم انتظامی پخش سریال میخواهم زنده بمانم تا اطلاع ثانوی متوقف شده و تیم تولید و ساترا در حال رایزنی برای رفع ابهامات و گفتگو در خصوص نقطه نظرات ایشان هستند. از مسئولان محترم درخواست میشود واسعه صدر و آرامش به نظاره سریال بنشینند تا سرنوشت شخصیت‌های منفی سریال بر اساس روند منطقی درام به سرانجام برسد و سازندگان جرأت و جسارت پرداختن به اتفاقات مهم و افراد نیک و بد روزگار را در کسوت‌های مختلف داشته باشند. صبح دیروز محتوای نامی معاون اجتماعی ناجا در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران یا همون ایرنا با موضوع درخواست توقیف موقت سریال میخواهم زنده بمانم از ساترا منتشر شد. اما از انتشار این خبر چیزی نگذشته بود که مدیران ایرنا خبر رو با این توضیح که با عرض پوزش از مخاطبان محترم این صفحه به دلیل ملاحظات حقوقی یا خطای حرفه‌ای در تنظیم و درج خبر موقتاً از دسترس خارج شده و محتوای آن در حال بررسی مجدد است از دسترس کاربران خارج کردند. سریال میخواهم زنده بمانم که داستان آن در دهه 60 ایران روایت میشود به ماجرای شخص پرنفوذی به نام امیر شایگان با بازی حامد بهداد میپردازد که به لطف نزدیک بودن و افراد قدرتمند و داشتن دسترسی به تمامی پرونده‌های کیفری و امنیتی میتواند در تعیین سرنوشت محکومان و قربانیان نفوذ کند و خودش از گزند حوادث در امان بماند. نمایش فساد گسترده و عمیق در کمیته انقلاب اسلامی و دیگر بخش‌های امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب در سریال میخواهم زنده بمانم از همان ابتدا باعث حیرت کارشناسان و تماشاگران شده و تردیدهایی درباره سرنوشت اثر جدید شهرام شاه‌حسینی به وجود آورده بود. با این حال با پیشرفتن داستان و رو شدن دست مفسدان تصور می‌شد این سریال از گزند ممیزی و توقیف در امان بماند. اتفاقی که در نهایت رخ نداد و حالا باید منتظر ماند و دید سرنوشت سریال میخواهم زنده بمانم که بر اساس آمارها پربیننده ترین سریال شبکه نمایش خانگی در ماه‌های اخیر است چه خواهد بود. حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام شریفی، علی شادمان، مهران احمدی، آناهیتا درگاهی، بابک کریمی، افسانه چهره‌آزاد، عزت الله مهراوران و آزاد صمدی بازیگران اصلی میخواهم زنده بمانم هستند و خود شهرام شاه‌حسینی هم یکی از نقش‌های فرعی سریال خود را ایفا کرده است. در طی روزهای پس از اعلام کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که کمتر از 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد، شایعات بسیاری در مورد کاندیداهای تایید شده توسط شورای نگهبان وجود داشته. در حالی که رد صلاحیت برخی از چهره‌های شناخته شده هم بسیار خبرساز شده. برخی مدعی بودند که دختر و داماد علیرضا زاکانی که نام او در میان تایید صلاحیت شدگان نهایی دیده میشه، ساکن سوئیس. و این در حالی بود که برخی گمانه‌زنی ها از رد صلاحیت علی لاریجانی به دلیل سکونت دخترش در خارج از کشور حکایت داشته.
علیرضا زاکانی در یک برنامه تلویزیونی به شایعات در مورد سکونت دخترش و دامادش در سوئیس و داشتن تابعیت این کشور پاسخ داده. او در این فایل ویدئویی میگه که دختر دومش از دانشجویان تراز اول دانشگاه صنعتی شریف بوده و لیسانس مهندسی کامپیوتر خودش رو با معدل الف از این دانشگاه دریافت کرده و داماد او هم فارغ التحصیل همین دانشگاهه. زاکانی در صحبت‌هاش مدعی میشه که اساتید این دختر در مورد استعداد خاص او با او صحبت کردند. همون اتفاقی که در دوران کودکی در مورد دختر دوم زاکانی و دیگر دخترانش هم افتاد و اساتید گفتند که ظاهراً این دختران ویژگی‌های خاصی دارند. زاکانی در ادامه میگه دخترم به من گفت که من می‌خواهم به کشور خدمت کنم. اما ادامه رشته ای مورد نظر من در ایران مقدور نیست. من به او گفتم اگر رشته‌ای که می‌خواهی به واسطه اون به کشور خدمت کنی در کشور ما نیست، من استقبال می‌کنم. از اینکه تو این پرچم افتخار رو شایردی کنی و به کشور وارد کنی. زاکانی در ادامه میگه که به دختر من گفتند درس خودت رو ادامه بده، اما گفت می‌خواهم بیایم به ایران خدمت کنم. من ریالی خرج دخترهایم نکردم و یک دلار و هیچ ارزی به آنها ندادم. این نماینده مجلس در مورد رشته تحصیلی دخترش هم میگه دخترم در رشته علوم انسانی دیجیتال که حدود چند سال در دنیا راه اندازی شده و پس از آمریکا یک دانشگاه رتبه 10 اروپا که دخترم در اونجا تحصیل کرده این رشته رو داشت. دخترم نه بورسیه شد و نه سهمیه‌ای دریافت کرد، بلکه فقط با کارها و پژوهش‌های خودش در اون دانشگاه قبول شد. دخترم درس 2 سال در طی 1.5 سال به پایان رسوند و 1 سالی که به کشورمون برگشته. خبرگزاری مهر هم در مورد رشته تحصیلی دختر علیرضا زاکانی نوشته که او در سال 1395 از دانشگاه صنعتی شریف بر رشته مهندسی کامپیوتر فارغ التحصیل شده و سپس در رشته علوم اجتماعی محاسباتی که معادلی در داخل کشور نداره در دانشگاه EPFL سوئیس به خاطر داشتن سابقه ممتاز تحصیلی به صورت رایگان پذیرفته شده. در مورد تولد نوه زاکانی در سوئیس که فرزند همین دختر مورد بحثشونه نیست گفته که زمان به دنیا اومدن این فرزند همزمان با پایان ترم دوم تحصیل بوده و به خاطر فاصله 2 روزه امتحان آخر با تولد فرزند دختر علیرضا زاکانی امکان به دنیا آوردن فرزندش در ایران رو نداشته. همچنین این خبرگزاری یادآور شده که سوئیس قانون خاک نداشته و فرزندان والدین خارجی با تولد در این کشور نمیتونن تابعیت سوئیس رو به دست بیارن. در روزهای اخیر شایعات دیگری در مورد علیرضا زاکانی منتشر شده که از آن میان میتوان به ادعای داشتن 2 همسر، 3 بار مشروطی در دوران تحصیلی و استفاده از رانت برای تحصیل در رشته پزشکی هسته‌ای و همچنین این موضوع که 20 میلیون حقوق گرفته و 15.4 میلیون را صرف امور انقلابی میکنه اشاره کرد. علیرضا زاکانی جانباز بوده و پس از پایان جنگ در رشته دستیاری کودکان پذیرفته شده و سپس با تغییر رشته در رشته پزشکی هسته‌ای تخصص گرفته. زاکانی که مدتی رئیس سازمان بسیج دانشجویی بوده در پاسخ به شایعاتی در مورد نمرات بسیار پایین و مشروطی 3 بار در دوره تحصیلی گفته زیل همان نامه منتشر شده در بامداد نوشته شده بود که 2 ترم از این 3 ترم از مشروطی در آمدن که دلیل آن تأخیر در اعلام نمرات بوده که هنوز این چنین مشکلاتی برای دانشجویان رخ میده و نکته دیگه این که اون 1 ترم هم به این دلیل مشروط شدم که مجبور بودم در کنار درس و مسئولیت بسیج دانشگاه برای تأمین خرج زندگی 11 ماه از سال با ماشین کار کنم. او همچنین مدعی شده که به علت جراحات دوران جنگ مسئولین دانشگاه بر تغییر رشته او تاکید کردند. او در سخنرانی گفته که اگر رئیس جمهور بشه آمریکایی ها به التماس افتاده و مجبور به برداشتن تحریم ها میشن. او با اعلام دارایی های خودش مدعی شده که 2 واحد 95 متری در خیابان ایران داره که محل زندگی خود اوست و همسرش هم یه خانه 75 متری در پردیسان قم داره. او همچنین مدعی شده که ماشین شخصی نداشته و حقوق پزشک هیئت علمی میگیره و ماهی 4.5 میلیون برای گذران زندگی به همسر خودش میده. Thank you.